سلام، آرزو دارم که صحتمند باشین بیننده عزیز برنامه آماج. 10% کمک هایی که به افغانستان در 10 سال گذشته شده به دست مخالفین دولت و مشخصا بر دست طالبا افتاده. تا 4 سال آینده قرار است که انگلستان 710 میلیون پوند افغانستان کمک کنه. از این میان 70 میلیون پوند قرار است که در دست طالبان قرار بگیره. این موضوع را گروه بحران دریافت کرده و در روزنامه دیلی میل انگلستان به نشر رسیده. در نخست رامش آرمان جزئیات بیشتر این موضوع را گزارش می‌دهد. از میلیاردها دلار کمک جهانی به افغانستان ظرف 10 سال گذشته، صدها میلیون دلار آن به دست طالبان و مقام‌های فاسد دولت افغانستان افتاده است. روزنامه دیلی میل بریتانیا به نقل از گروه بین‌المللی بحران نوشته است که به شمول 10 میلیون پوند انگلستان، 10% از کمک‌های جهانی به افغانستان به جیب طالبان رفته است. بر اساس گزارش این روزنامه، نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون تعهد کرده است که تا 4 سال دیگر به افغانستان 710 میلیون پوند کمک می‌کند. در این حال روزنامه دیلی میل به نقل از گروه بین‌المللی بحران و برخی از منابع غربی نوشته است که 70 میلیون پوند از این مقدار به دست طالبان خواهد افتاد. مقامات بریتانیایی گفتند که این پولها توسط قراردادی‌ها و تطبیق کنندگان پروژه‌های مختلف به گونه رشوه و طالبان پرداخت می‌شود تا از حمله به آنان خودداری کنند. در همین حال مجلس نمایندگان بریتانیا با ابراز نگرانی از این مسئله می‌گوید که ادامه این روند غیر قابل قبول است. این بسیار ناراحت کننده و غیر قابل تحمل است، زمانی که بخش قابل توجه پولهای کمک شده به افغانستان ضایع می شود. از سوی دیگر این مشت محکمی بر دندانهای مالیدهندگان است، زیرا آنان می بینند که این پولها در راه فساد به مصرف می رسد. مردم نمی دانند که چرا وقتی ما خود دچار مشکلات اقتصادی هستیم، میلیونها پوند ما در افغانستان به شورشیان رشوت داده می شود. پرداخت پول به گونه رشوه به طالبان توسط نیروهای خارجی و قراردادیها موضوع تازه ای نیست. در گذشته نیز بارها این نیروها متهم شدند که به خاطر حفظ جانشان به طالبان پول می‌دهند تا به آنان حملهور نشوند. اخیراً گزارش‌های منتشر شد که نیروهای ایتالیایی به طالبان باج می‌دهند تا بالای کاروان نظامیان آنها حمله نکنند. بر اساس آمارگیری‌ها همین مسئله باعث شده تا ایتالیا تلفات کمتر نسبت به دیگر کشورها در افغانستان داشته باشد. از جانب دیگر شرکت‌های امنیتی و ترانسپورتی که تدارکات نیروهای خارجی را به مناطق ناامن انتقال می‌دهند نیز به خاطر حفظ کاروان و جانشان برای طالبان پول می‌دهند. شرکت‌های ساختمانی، سرکسازی و دیگر پروژه‌ها نیز به خاطر تأمین امنیتشان برای گروه طالبان رشوه می‌دهند. در واقع یکی از منابع عمده تمویل طالبان پس از مواد مخدر کمک‌های جامعه جهانی است که آنها را در برابر دولت و مردم افغانستان مقاومت‌تر ساخته است. حالا یکی دیگر از نگرانی‌ها حیف و میل کمک‌های جامعه جهانی توسط مقامات فاسد دولت افغانستان است که این امر افغانستان را به یکی از فاسدترین کشورهای جهان مبدل ساخته است. اما مقام‌ها در حکومت افغانستان حیف و میل کمک‌های جهانی توسط مقامات فاسد دولت را رد می‌کنند. ادعا که یک مقدار از این پول به از طریق فساد اداره افغانستان ضایع میشه توجیه میخواید که چطور پول را که با حکومت افغانستان نمیه فساد در اداره افغانستان میتونه که دو پول اثر بگذاره؟ شاید راه های وجود داشته باشه، اما حکومت بریتانیا این راه ها را با حکومت افغانستان شریک نکرده. بر اساس گزارش نهادهای مستقل، کمک های جامعه جهانی هیچ تأثیر بالای زندگی مردم فقیر نکرده، بلکه برعکس ثروتمند را ثروتمندتر و غریب را غریبتر ساخته است و این امر باعث شده تا زندگی طبقاتی میان مردم افغانستان شکل بگیرد. کمک های جامعه جهانی در حال توسط عده محدود حیف و میل می شود که اخیراً معاونیت امور جوانان وزارت داد و فرهنگ از بیکار بودن 4 میلیون جوان در کشور خبر داد. در عین حال روزانه به طور اوسط هزاران جوان غیر قانونی و قانونی افغانستان را به مقصد کار به کشورهای دیگر ترک می کنند. این که چی وقت کمک‌های جهانی به افغانستان به صورت درست مصرف خواهد شد و چی وقت فساد از ادارات دولتی محو خواهد شد
مسئله است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد. رامش آرمان، تلویزیون یک. بیننده گزارش رامش بودین. این بحث را با آقایان نجیب محمود، استاد دانشگاه کابل، و انجینیر فکور، آگاه امور سیاسی پیگیری میکنیم. میمانان عزیز، خوش آمدین. جناب استاد، آیا این دریافت‌های واقعی است؟ 10% کمک هایی که تا هنوز صورت گرفته در دست مخالفین افتاده؟ تشکر، با هر سلام. بدون شک یکی از عوامل بی‌ثباتی در افغانستان مسئله فساد است، و این فساد تنها مربوط و منوط به دولت افغانستان نمیشه، بلکه خب ما استثنا هم بعض دفاتر گفته نمیتونیم، هم این فساد میتونه در دفاتر بین المللی، در شرکت های لوجستیکی، شرکت های ترانسپورتی، قراردادی ها هم وجود داشته باشه. البته طالبان فرصت غنیمت شمردن و با استفاده از وضعیت موجود، صعب العبور بودن افغانستان، ناکارایی دولت، هر نوع باجگیری از هر تایپش میتونن در داخل دولت و در این بحثایی بود که در کنگرس امریکا یک سال پیش مطرح شد، از شرکت ها و مسائلی که شما یاد کردین، ولی حالا از پول دادن نیروهای نظامی یاد میشه، طوری که در گزارش ما از پول دادن نیروهای ایتالیایی یاد شد، و همچنان صحبت ها از پول دادن نیروهای انگلیسی. بدون شک وقتی که ما یک مثال بسیار ساده اول براتون میتونم، اول هی که راه های ما به طرف جنوب خیلی ناحمل است، حتی موترهای شخصی که هیچ نوع تعلق با دولت افغانستان ندارن در اون مسیر به امن حرکت کردن نمیتونن، اما بعض کمپانی هایی که اموال نیروهای ائتلاف یا مربوط به بعض از کشورهای خارجی انتقال میتن، اونا هم اموال میرسن. ناممکن است که در مسیر را اینا با طالبان ملاقات نداشته باشن یا با طالبان مواجه نشن. چگونه طالبان یک موتر حادی را استارت میکنن؟ حالا و یک لحظه داشتن، این طالب استاد طالبی است که پلان شده در مقابل نیروهای خارجی استفاده شده و ازشون پول دریافت کرده، و یا یک گروه منسجم. ببینین، منابع تمویل طالبان تنها مواد مخدره نیست، تنها شبکه‌های استخباراتی نیست، بلکه باجگیری هم از کمپانی‌های بزرگ، هم از شرکت‌های قراردادی و حتی بیرون از افغانستان هم وجود داره. شاید یکی از منابع تمویل گروه‌های القاعده در شرق میانه گرفتن باج از کمپانی‌های بزرگ عرب باشه، و حتی گفته می‌تونیم که در کل اینا برای لابی که هوشر می‌تن برای حفظ بقای خودشان که از طرف القاعده در امان باشه باش میتن. یکی از کشورهای دیگه که مدن در افغانستان با این مشکل مواجه شد و امریکایی ها مجبور شدن که او کشور ترک بکنن، ویتنام بود. در جنگ ویتنام همی کمپانی های قراردادی بود، همی شرکت های لوجستیکی بود، و همی پول دادن، همی فساد بود. در حقیقت یکی از عواملی که بار مشکلات امریکا را در ویتنام بیشتر ساخت مسئله فساد بود، و حکم ما ببینیم که مسئله در افغانستان هم تکرار میشه، و خیلی مشکل است که کنترل شوه این وضعیت. برای این که بقای اکثریت از شرکت های خصوصی میتونه با این مهم بستگی داشته باشه. سپاس استاد.